به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. درگیری ها در بهسود، عبدالله به حکومت، قضیه را بررسی کنید. رئیس شورای مصالحه ملی با ابراز تأسف از شهید و زخمی شدن شمار از شهروندان این کشور در بهسود از حکومت خواست تا هرچه زودتر از رای مسالمت آمیز این مسئله را حل کند. به گزارش سپوتنیک، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی با نشر اعلامیه به خانواده های کشته شدگان در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک ابراز همدردی کرده و به قربانیان این حادثه بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل خواهان شد. در اعلامیه آقای عبدالله آمده است: مردم شریف و متدین حصه اول بهسود و خانواده های قربانیان را در این لحظه اساس و سرنوشت است که بیشتر از هر زمان به وحدت و اتحاد نیاز داریم، به صبر و حوصله مندی و یافتن رای حل مسالمت آمیز از طریق مذاکره و گفتگو فرا می خوانیم. رئیس شورای مصالحه ملی در عین حال از حکومت و مسئولان افغانستان خواسته است که این قضیه را تحقیق و بررسی نمایند و با عاملان و مسئولان حوادث برخورد قانونی صورت گیرد. یادآوری میکنیم که پیش از این محمد حسین توانا، سخنگوی جبهه مقاومت در بهسود، با ارسال پیام به رسانه ها گفته بود که نیروهای حکومتی افراد ملکی شامل موسفیدان و جوانان را به گلوله بستند و به چندین ساعت زخمیان و جسدهای شهیدان را گروگان گرفته بودند. به گفته او، نیروهای جبهه مقاومت چندین ساعت هیچ گونه تیراندازی و درگیری با نیروهای دولتی نداشته. آقای توانا به تازگی از آغاز درگیری ها میان نیروهای مردمی و دولتی در این ولسوالی خبر داده است. استانگزای: ضایع کردن فرصت صلح به هر بهانه جفا در حق ملت است. رئیس هیات و گفتگو کننده دولت افغانستان گفته است که جنگجویان را نباید برخلاف احکام قرآن و سنت در تاریکی نگه داشت و جنگ را ادامه داد. به گزارش سپوتنیک، معصوم استانگزای رئیس هیات و گفتگو کننده دولت در رشته تیویتی گفته که علمای افغانستان و جهان اسلام جنگ و خونریزی در کشور را حرام و خط جنگ و تامین آتش بس را واجب دانستند. آقای استانکزی گفت که جنگجویان را نباید برخلاف احکام قرآن و سنت در تاریکی نگه داشت و جنگ را ادامه داد. وی در ادامه افزود که علمای ما حاضرند تا در حضور علمای جهان اسلام عدم مشروعیت جنگ را به اثبات برسانند. این در حال است که عباس استانگزی، معاون سیاسی طالبان، با شمار دیگر از اعضای گروه طالبان در یک نشست خبری در مسکو سخن میزد. گفت رئیس جمهور غنی مانع صلح است و با ایجاد موانع در تلاش تمدید دوره ریاست جمهوری خود است. به نقل از اشت صبح، غنی مخالف نقشه عبدالله برای صلح است. در نقشه عبدالله برای صلح، یکی از کسانی که باید قربانی بدهد غنی است. عبدالله برای اولین بار از این قربانی در اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی یاد کرد. او گفت برای آنکه به صلح برسیم باید همه قربانی بدهیم. غنی که یکی از مخاطبان این سخن بود، نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. او با دفاع از اصل جمهوریت نظام گفت که انقطاع نظام مایه بربادی است. غنی تلویحاً به عبدالله یادآوری کرد که اگر نتیجه مذاکرات کنار رفتن او از قدرت باشد، این قربانی را برای صلح نخواهد پذیرفت. پس از پایان اولین دور مذاکرات صلح و شروع دور دوم این مذاکرات، روشن شد که تشکیل حکومت موقت برای گذر به یک نظام سیاسی جدید اجتناب ناپذیر است. تا اکنون دست کم دو عضو هیات و مذاکره کننده دولت که با جنای سپیدار نزدیک هستند، با صراحت در این باره سخن گفتند. قطعا این دیدگاه با عبدالله نیز شریک شده است. هرچند هیات و مذاکره کننده دولت به عنوان یک کل با این دیدگاه مخالفت کرده است. در نقشه عبدالله، اگر طرح حکومت موقت شامل نباشد، کنار رفتن غنی از قدرت شامل است. از دید او، هرگاه هیئت های دولت و طالبان روی نظام سیاسی آینده به توافق برسند، برای استقرار آن نیاز است که غنی از جایگاه فعلی خود در قدرت بگذرد. این که عبدالله برای کنار گذاشتن غنی از قدرت چه ساز و کار در نقشه خود پیش بینی کرده است تا هنوز روشن نیست. با
باور عبدالله این است که مذاکرات صلح در صورتی که دچار شکست نشود پیش از پایان دور ریاست جمهوری غنی به نتیجه خواهد رسید. از این رو برای اجرای توافقنامه صلح و گذار به نظام سیاسی نوین نیاز است که غنی از ارگ بیرون شود. شرط طالبان هم برای مشارکت در حکومت آینده حکومت پسا توافق صلح کنار رفتن غنی از قدرت است. آنها تا هنوز از حکومت موقت یاد نکرده اما گفتند که حکومت بعدی باید جانشین حکومت فعلی باشد. این حکومت از دید طالبان باید بر نظام سیاسی کاملا اسلامی استوار باشد. غنی اما گفته است که مخالف حکومت موقت است، همچنان قدرت را تنها به جانشین انتخابی خود واگذار خواهد کرد. او میعاد حکومت خود را نیز 5 سال در نظر گرفته است. بنابراین غنی برای بقایش در قدرت از نقشه عبدالله برای صلح تابعیت نخواهد کرد. با توجه به موضع‌گیری های اخیر رئیس جمهور و نزدیکان او، عبدالله در موقعیت دشواری قرار گرفته است. او ناگزیر است برای تشویق طرف های جنگ به گفتگو هم با غنی و هم با هیبت الله وارد مذاکره شود. هرگاه غنی به ترگ قدرت در نتیجه یک توافق سیاسی راضی نشود، نقشه عبدالله برای صلح عملی نخواهد شد. از جانب دیگر تقلای غنی برای حفظ قدرت جنگ را وارد مرحله پیچیده آن خواهد کرد. با افزایش خشونت ها فرصت آشتی تنگتر خواهد شد. روشن است که غنی در جنگ با طالبان برنده قاطع نیست، اما جنگ می تواند برای حضور او در قدرت زمان بیشتر بخرد. با تصمیمی که غنی گرفته است ممکن است که جنگ برای حکومت آینده نیز به میراث برسد. اما طبق نقشه عبدالله حکومت آینده نباید میراثدار جنگ کنونی باشد. ترجیح جامعه جهانی نیز همین است. با فشاری غنی روی ادامه حضورش در قدرت برای صلح زیان بار است. اگر غنی نخواهد قدرت را ترک کند، توافق عبدالله با هیبت الله باعث استقرار صلح نخواهد شد. هرگاه عبدالله نتواند غنی را برای قربانی دادن آماده کند، در انجام ماموریت خود ناکام خواهد ماند. اگر عبدالله تن به این ناکامی ندهد، باید کمرش را محکم ببندد تا غنی را برای ترک قدرت قانع کند. این کار اما آنقدر آسان هم نیست. برای مردم افغانستان چیزی که اهمیت حیاتی دارد نظام سیاسی مبتنی بر اراده آنها است. آنها در کنار آن که تشنه صلحند، مدافع جمهوریت نیز هستند. غنی و عبدالله باید درک کنند که خواست مردم چیست. غنی برای بقای خودش در قدرت حق ندارد مانع پیشرفت مذاکرات صلح شود. همچنان عبدالله حق ندارد که برای توافق صلح و کنار زدن غنی از قدرت اصل جمهوریت نظام را زیر پا بگذارد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.